همراه هستیم با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. آقای سازگارا، جمهوری اسلامی از یک طرف دست به دامن ونزوئلا شده برای اینکه یه پناهگاهی بهش بده، انقدر ترسیده که رفته این کار کرده که ونزوئلا بهش پناه بده طبق اخباری که منتشر شده، از سوی دیگه داره با اعدام جوانها و این سناریویی که امروز اولین قسمتش رو اجرا کرد میخواد هیمنه پوشالی خودش رو حفظ بکنه و به نوعی بگه من هنوز سرپا هستم. چه اتفاقی واقعا داره میفته تو این ساختار؟ والا اینو باید از اون مغز علیل خامنه‌ای پرسید. به نظر میرسه هنوز امید داره که با این اعمال وحشیانه، با این جنایت ها مردم رو بترسونه، رعب و وحشت ایجاد کنه و از ادامه این انقلاب سراسری جلوگیری. تا اینجای کار هرچه از این وحشیگری ها کرده، در کردستان کارایی رو کرد که روی فاشیستا رو سفید کرد، در خیابان ها کودک ها رو کشت، در زندان اعدام کرد امثال محسن شکاری رو، در زندان ها بیش از 20,000 نفر رو به زندان افکنده. اما در سه روز گذشته، روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، دیدیم که امواج خروشان و کوبنده انقلاب وسیع‌تر و بزرگتر از قبل به میدان اومد و اعتصابات همراه با اعتراضات سراسر کشور رو فرا گرفت. من به نظرم در واقع تا اینجا که نگاه میکنم خامنه‌ای و تعدادی از همین جنایتکارایی که دورش هستند راه حلشون همینیست که میبینیم، یعنی هیچ چیز جدیدی هم ندارن، هم جنایتهایی که 40 سال همطوری پیش بردن. و اینی که حالا شما میبینید در ونزوئلا هم در این حال دنبال پناهگاه میگردند، برای اینکه احتمالا بهتر از من و شما میدونن چه خبره و اخباری که از گوش و کنار کشور میرسه. ما مثلا میشوریم 110-120 شهر مجموعاً در اعتصاب کسب و بازار هستن، ولی اونها خیلی شهرام که ما خبردار نمیشیم رو خبر دارن و بنابراین وسعت ماجرا رو بیشتر از ما میبینن با منابعی که دارن. و من فکر کنم همینم هست که وحشت به جونشون انداخته، کما اینکه در همین سه روز اعتراضات و اعتصابات خامنه ای رو جابجا کردن، گاهی دو بار سه بار جابجاش میکنن، مبادا به دست مردم بیفته یا نیروهاشون رو میچینن در نقاط حساس برای اینکه مردم نگیرن اونها رو و تسخیر نکنن. بنابراین فکر میکنم علارغم این هارت و پورت زاد و این وحشیگری ها و به قول شما این هیمنه پوشالی که از خودشون درست کردن، در درونشون خیلی خوب میدونن که وسعت نارضایتی، تنفر و عزم مردم برای به زیر آوردن حکومت چقدر بزرگه و به همین دلیل هم دنبال جایی میگردن، با قول تو ما سوراخ‌موش میگردن، که بلکه اگر ورق این کاراشون فایده ای نداشت و این وسط همینطور بود، یه جایی برای فرار داشت. آقای سازگارا، به نکته مهمی اشاره کردین که جمهوری اسلامی تو این نزدیک 12 هفته هر چه کرده آتش خشم مردم شعله ورتر شد. اینو بدنه سرکوب حاکمیت میبینه، میفهمه کف خیابون. از اون طرف این اخبار رو میشنوه که جمهوری اسلامی مقامات عالی رتبهش به دنبال پناهگاه هستن، دارن به روز بعد از جمهوری اسلامی لااقل فکر میکنن. این پناهگاه برای اون بدنه کف خیابون که داره مردم میزنه که نیست. اینا چی فکر میکنن که هنوز دارن ادامه میدن به سرکوب مردم؟ کاملا حرف درستی است. ببینید، سرکوب در آبان 98 بنا به برآورد وزارت اطلاعات، من شاید یک ماه قبل این نوشته رو دیدم، این تحلیل درونی اطلاعات، و در آبان 98 تنها 1% سپاه و بسیج مسئله داشتند برای اینکه مردم رو بکشن و سرکوب، اما الان بیش از 65%شون مسئله دارن، مشکل دارن. گزارش عقیدتی سیاسی سپاه داده بود که در مراکز سپاه پرسنل هم وظیفه و هم کادر مشکل دارن و سوال براشون ایجاد شده. به همین دلیل هم خیلی اوقات این سرکوبگرایی که میبینیم
ارازل، اوباش، قاچاقچی ها، آدم کش ها، همکاران اینا هستن که گوشتشون هم زیر دندون ایناست و پولای خوبی هم به اینا میدن، گاهی تا روزی 5 میلیون تومن به اینا میدن که حالا یا لباس پلیس تنشون میکنن، پلیس افتخاری، یا لباس شخصی و بسیج میفرستن، یا لباس حراست دانشگاه تنشون میکنن و به جون زن و بچه مردم میندازن. حالا که معلوم شده، که قطعی شده که قرصای کاپتاگون هم به خورد اینها میدن که یک نوع آمفتامین ارزان قیمت نیست که اتفاقا تولید کنندش هم سپاه و در منطقه حزب الله لبنان مخدری است که اصلی ترین عامل درآمدشونه برای صدور به کشورهای اروپایی و حتی امریکا و همون ونزوئلا سرپل قاچاقشون هست. که این قرصا البته در واقع روانگردان اول لفه آقای دکتر موسوی فکر میکنم در بیمارستان گرگان اینو نوشت و بعد هم دکتر خرسند در بهداری ارتش نوشت، جاهای دیگه هم گفتن. میخوام بگم یعنی این آدم کشایی که میبینید خیلی هاشون در واقع جنایتکارایی هستند که به جون مردم میندازن. اونهایی هم که هنوز ممکن است باوری داشته باشن، اتفاقا با همین نکته که شما گفتی بیش از پیش مسئله دار میشن از اون افراد، برای اینکه این سران فرار میکنن میرن و اینهایی که الان دست رو به مردم دراز کردن گیر مردم خواهند افتاد و به سزای اعمالشون خواهد رسید. اتفاقا در تحلیل‌های درونیشون یکی از دلایلی که نیروهاشون این گونه مزمحل شده هستن هم همینه و آدم‌هاشون همینو میگن. میگن که چه می‌دونم اگه این رژیم برگرده ممکنه تا وزیر ارشادش رو کاری نداشته باشن، ولی بیابون داره مرد پشت قطعا محاکمه میشه و به سزای عملش میرسه و آقای سازگارا دو تا مرحله حکومت انکار میکرد در افتادنش وقوعش. یکی تسخیر خیابانها که دیدیم اتفاق افتاد، اعتصابات گسترده در اصناف و مغازداران. دو موضوع مهم دیگه هست که جنبش به دنبالش هست، یکی اعتصاب گسترده در صنایع حیاتی و ریزش نیروهای سرکوب. اگر کوتاه بخواید بگید فکر میکنید که چقدر ما با فاصله داریم با وقوع این دو رخداد مهم؟ ببینید در واقع سه تا ستونی که برشمردید، اعتراضات خب علارغم انکار و سرکوب ادامه داره و هر روز هم بالنده تر میشه. اعتصابات در بخشهایی مثل کامیونداران، بعضی کارخانجات، بعضی صنایع و مقطعی در چند روز، دو روز، سه روز در کسبه بازار اتفاق افتاده و به پیش هم داره میره، به تدریج هم گسترده میشه، همگانی میشه و میگیره. الان اعتصاب ایتالیایی به اصطلاح و چوبلای چرخ گذاشتن خیلی جاها داره اتفاق در بخصوص ادارات دولت، کمکاری و غیره، در کارخانجات هم همینطور. ولی اون بخش ریزش هم ببینید، بخشای یعنی غیر از ماشین سرکوب و بخشای از ماشین پروپاگاندای رژیم، تقریبا بقیه بخشاش اصلا براش کار نمی کنه. ماشین سرکوبش ماشین پیچیده یه درسته، ولی تو همین فاصله سه ماه، کمتر از سه ماه که گذشته، شاهدیم که چجوری ناکارآمد میشه، چجوری بخشایش جدا میشن و مسئله دار میشن. به نظر تداوم اعتراضات و گستره اعتصابات به اصطلاح منحنیش هم حتی در مقاومت مدنی کشیدن رابطه مستقیمی داره با شدت سرکوب. یعنی تداوم اعتراضات و گستره اعتصابات داستان ریزش رو هم شدت میده، سرعت میده و به مراحل نهاییش نزدیک میکنه.